سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دیگه این دوران قرنطینه رو به پایانشه. خوشبختانه ما قراره بعد از قرنطینه هممون زندگیمون رو شروع کنیم، ولی خیلی سخته بخاطر اینکه یه ذره هممون تنبل شدیم توی این دوران قرنطینه. امروز ما مهمون عزیزی رو داریم که قراره که برامون از کرونا صحبت کنه، از زندگی خودش برامون صحبت کنه، راجع به یه سری نکات که توی این دوران قرنطینه خودش متوجه شده و بهش دسترسی پیدا کرده با همون صحبت کنه. سمیول عزیز رهبر پرستش، مدرس پیانو هست و قراره امروز مهمون برنامه ما باشه. بریم با سمیول عزیز برمیگردیم. مگذار هیچ کس تو را به سبب جوانیت حقیر شمارد، بلکه در گفتار، کردار، محبت، پاکی و ایمان مؤمنان را سرمشق باش. خب ساموئل جان، به ما بگو که لطفاً توی این دوران قرنطینه خودت این دوران را چجوری گذروندی و زندگی برات به چه شکل بوده؟ سلام میکنم به همه شما بینندگان عزیز. من ساموئل هستم. خیلی خوشحالم که امروز از طریق برنامه 4-12 فرصت این رو پیدا کردم تا بتونم مهمان خانه های شما باشم. در روزهای بسیار عجیبی زندگی میکنیم. یک ویروس کوچک و میکروسکوپی انسان مغرور امروزی رو به شدت به چالش کشید. انسانی که به اختراعات، اکتشافات، دستاوردهای علمی رسیده بود و فکر میکرد شاید مشکلی بر سر راه اون وجود نداشته باشه، ولی میبینیم که این ویروس به ما چطور نشون داد که ما چقدر در برابر اتفاقات و بلای این دنیا آسیب پذیر و ناتوان میتونیم باشیم. در کنار اتفاقات بسیار بدی که در دنیای امروز ما رخ میده، ولی من به نکات مثبت اومدن این ویروس فکر میکردم. طبیعت ما شروع کرد خودش رو بازیابی کردن. دنیای ما در حال احیا شدنه. خیلی از ما انسان‌ها انقدر درگیر سرعت و کار در این دنیا شده بودیم که از خیلی از مسائل غافل شده بودیم. شاید خیلی از ما آرزوی این رو داشتیم که چند صفحه کتاب بخونیم و مدت‌ها بود که نمیتونستیم به اون جامعه عمل بپوشونیم. خیلی از ما وقت مناسبی رو نداشتیم تا بتونیم با خانوادهمون در کنار اونها باشیم. خیلی از ما ایمانداران شاید فرصت این رو نداشتیم که در سکوت و آرامی در منازل خودمون ایمان خودمون رو، زندگی روحانی و مسیحی خودمون رو تفتیش بکنیم و ببینیم در کجا ایستادیم. تجربه خاصی هست که توی این دوران قرنطینه پیدا کردی، بهش دسترسی پیدا کردی؟ تجربه یک مقدار متفاوته. حدوداً 2 هفته از سال نو میلادی گذشته بود که در طی یک سانحه کتف راست من دچار مشکل شد. بعد از روزهای مختلف که به بیمارستان رفتم، دکترها ویزیت می‌کردند، انجام آزمایشات مختلف، حرکات فیزیوتراپی عجیب و در نهایت عکس و MRI، بالاخره دکترها متوجه این شدند که قسمتی از تاندون کتف راست من دچار پارگی شده. خبر خیلی شوک‌آور بود برای من، نه به لحاظ اینکه تاندون دست من پاره شده، به لحاظ اینکه من یک نوازنده هستم، تحصیلات موسیقی دارم و همش به این فکر می‌کردم که آینده کاری من چه خواهد شد. من می‌دونستم که اینجور آسیب دیدگی‌ها بسیار جدی هستند و بسیار دیر خوب میشن، در بعضی از موارد اصلا خوب نمیشن و به حالت اول بر نمیگردن. و به یک باره تمام روزهایی که دانشجو بودم، تحصیل می کردم، زحمت می کشیدم، ساعتها ساز می نواختم، پیانو می زدم و زحمت کشیدم برای اون روزها، جلوی چشم من اومد و یک دفعه تمام اون آرزوها، برنامه ها و آینده من به چالش کشیده شد. در یک لحظه همه چیز رو از دست رفته یافتم و با حس شکست عجیبی از بیمارستان اومدم بیرون.
با وجود همه این اتفاقهایی که برامون تعریف کردی، راهکاری هم براش پیدا کردی؟ دو راه پیش روی خودم دیدم. یک، قبول این که من بازنده هستم و شکست رو بپذیرم، و دوم که به خداوند توکل بکنم. همه چیز فوق از توانایی من بود و من به یک نیروی دیگه ای نیاز داشتم که بتونم این بیابان رو سپری بکنم. روزی که خیلی ناراحت بودم و شکایت میکردم، با خودم صحبت میکردم، ناگهان آیه‌ای به یاد من آمد که میگفت ای برادران، وقتی در تجربیات گوناگون مبتلا میشوید، اون رو کمال خوشی بدونید. اولش خندیدم با خودم و گفتم که آخه یعنی چی؟ چه دلیلی داره؟ برای چی من باید در تجربیات گوناگون بیفتم؟ مگه اتفاقای قبل از اون کم بود؟ مگه وضعیت زمان حاضر من خداوند تو رو راضی نمی کنه؟ مگه همه اینا کم است؟ چرا بقیه این چیزها باید برای من اتفاق بیفته؟ و با این سوال روزهای خودم رو میگذروندم. ساموئل جان، بعد از این همه اتفاقهایی که برات افتاده چه تصمیمی گرفتی؟ تسلیم شدی یا به خدا اعتماد کردی؟ من تصمیم گرفته بودم که به خداوند اعتماد کنم و اون راهنمای من در این بیابان باشه و من کمک بکنه که من بتونم از این بیابان عبور بکنم. خداوند دوست داره که ما همه این امتحانات رو با افتخار پشت سر بگذاریم. چجوری این بیابونای سخت رو پشت سر گذاشتی؟ من برای اینکه بتونم بیابان رو به بهترین شکل پشت سر بگذارم، احتیاج داشتم که خداوند من رو بهتر راهنمایی بکنه. و من صادقانه میتونم بهتون بگم به دنبال شنیدن یک پیغام تسلی بخش بودم، یک راهکار تازه، یک چیزی که به من قوت قلب بده تا من بتونم به بهترین شکل از این مسیر عبور بکنم. و در یکی از همین روزها وقتی که در دلم صحبت میکردم و میگفتم خداوند بالاخره اون پیغامی رو که من دنبالش هستم به من بده، اون کلامی رو که به من میتونه آرامش بده، من رو تسلی ببخشه، به من بده، خداوند من به تنهایی نمیتونم با این حجمه افکار کنار بیام، گیرم که این قرنطینه هم تموم شد، وضعیت سلامتی من چه خواهد شد؟ و انتظار داشتم که خداوند همه چیز رو عوض کنه، وضعیت رو عوض کنه، معجزه انجام بده. مگه نه اینکه شفا نان فرزندان بود؟ خداوند من انتظار میکشم که تو به من شفا رو بدی، ولی خبری نبود. و من با خودم میگفتم اگر قرار نیست شفا الان بیاد، اگر قرار نیست وضعیت دنیای امروز ما عوض بشه، لااقل به من پیغامی بده که به من آرامش بده، که من رو دلشاد بکنه. به صورت خیلی اتفاقی تلویزیون روشن بود و یکی از کانال‌های مسیحی در حال پخش برنامه بود و موعظه‌ای رو پخش می‌کرد. واعظ گفت که عنوان موعظه امروز من این است که چطور بیابان‌ها رو پشت سر بگذاریم. وقتی که من این رو شنیدم، یک دفعه به خودم اومدم، صدای تلویزیون رو بلندتر کردم و با دقت شروع کردم به گوش دادن. واعظ راجع به چند نکته صحبت میکرد که دوست دارم اونها رو امروز با شما در میون بذارم. من و مطمئنم بیننده ها خیلی منتظریم که بدونیم این نکاتی که میخوای راجع بهشون حرف بزنی چیه و چه درسی به ما میده این نکات. همیشه از خدا پیغامی رو دریافت بکنیم و مطمئن باشیم که خداوند با ما صحبت میکنه. شنیدن صدای خدا در این ایام بسیار نکته مهمیه. نکته بعدی اینه که هیچ وقت به قضاوتهایی که مردم در رابطه با ما میکنن توجه نکنیم. مردم همیشه قضاوت میکردند. مسیح در یک جا میگه که هر کس که بر اون اتفاقی رخ نداده بهتر سنگ اول رو بزنه، و اجازه ندیم که قضاوت‌های مردم روح ما رو ناراحت بکنه. نکته بعدی اینه که محکومیت رو از رو خودمون برداریم، خودمون رو محکوم نکنیم و دائما این سوال رو نپرسیم که چرا این اتفاق برای من رخ داد. یکی دیگه از مسائلی که خیلی مهمن و اون رو باید همیشه به یاد داشته باشیم اینه که این اتفاقات قبل از من برای دیگران هم رخ داده و بعد از من هم برای دیگران ممکنه رخ بده. یکی دیگر از نکاتی که باید همیشه به یاد داشته باشیم اینه که این اتفاقات قبل از من بر بعضی های دیگه رخ داده
و بعد از من نیز بر خیلی های دیگه رخ خواهد داد. من قطعاً در این اتفاقات تنها نیستم و خیلی های دیگه هستند که شاید یک روزی بیان و با من صحبت کنن و با من همدردی بکنن و بگن ما هم مثل تو از این بیابان عبور کردیم. نکته دیگه که میخوام در مورد اون با شما صحبت کنم خوندن کلام خداست. کتاب مقدس رو باید بیشتر از گذشته بخونیم. در زمانی که این همه فشار به ما وارد میشه، قرنطینه هست، فشارهای پناهندگی هست، بیماری ها هستند، ذهن ما تبدیل به یک نبردگاه میشه و شریر از طریق اون به ما حمله میکنه. خیلی بهتره که ما ذهنمون رو با کلام خدا مشغول نگه داریم. کلام خدا میتونه به ما بسیار کمک بکنه در این قسمت. به دنبال 5 مورد قبلی که به شما گفتم، مورد 6 رو میخوام اضافه بکنم. ما باید بیشتر از قبل دعا بکنیم. ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. ما باید کلام خدا رو بخونیم و به دنبال اون دعا بکنیم و برای عبور از این بیابان ما باید از خداوند بشنویم. اون باید به ما بگه که به چپ بریم یا به راست بریم و در چه راهی قدم برداریم. چه چیزهایی توی این دوران قرنطینه یاد گرفتی؟ چیزی که من یاد گرفتم در ایام قرنطینه این بود که اگر به صدای خدا گوش بکنم و اگر خدا با من باشه ما با هم قدم برداریم، حتی وادی سایه موت با حضور خداوند اونقدرها هم ترسناک به نظر نخواهد آمد، هراس انگیز نخواهد بود اگر خداوند با ما قدم برداره. و در نهایت میخوام به شما بگم وعده دهنده همیشه امین هست و همیشه به وعده خودش عمل میکنه. یک روز این بیابان به پایان خواهد رسید. من هنوز اون رو به پایان نبردم ولی ایمان دارم که یک روز به پایان خواهد رسید و میخوام تمام تلاشم رو بکنم که سربلند از اون بیرون بیام. خیلی مهمه که بدونیم گاهی اوقات خدا عمدن شرایط رو عوض نمیکنه. خدا میخواد ما عوض بشیم. اون منتظره که ما در این شرایط تغییر بکنیم و با تغییر کردن ماست که میتونیم شرایط پیرامونمون رو عوض بکنیم. درس هایی برای ما نهفته است در این تجربیات و خداوند منتظره که ما تبدیل بشیم. مرسی ساموئیل جان بابت این همه نکات مثبتی که به ما گفتی. خیلی از شما چیزی یاد گرفتیم ما امروز توی برنامه و امیدوارم که باز هم مهمون برنامه ما باشی برای بار سوم. قبلا هم مهمون برنامه ما بودی. امیدوارم که همکاری بیشتری بتونیم با هم دیگه داشته باشیم. اگه صحبت پایانی هست با بیننده ها میشنویم. دوستان عزیز، در پایان میخوام برای شما یک داستانی رو تعریف بکنم. کودکی بود که ایام کودکی خودش رو به همراه خانوادهش به مسافرت میرفت. خانواده سوار قطار میشدند. برای اینکه به خانه مادر بزرگ برن باید مسافتی رو طی میکردند تا به اونجا برسن و ایام بسیار خوشحال کننده و شاد بود. اون بچه با شوق زیادی سوار قطار میشد تا به خونه مادر بزرگش برسه. در طول مسافرت در واگن میدوید، جست و خیز میکرد، شادی میکرد، سر صدا میکرد. وقتی گرسنه‌اش میشد مادرش براش لقمه نونی میپیچید بهش میداد و میخورد. وقتی خسته میشد سرش رو روشونه پدر یا مادرش میذاشت و میخوابید و اصلا نگران این نبود که قطار از کجا رد میشه، در چه ایستگاهی باید پیاده بشن. حضور پدر و مادر به اون قوت قلب میداد. ولی بعد از گذشت چند سال این بچه ما به سن 14 یا 15 سالگی رسید و احساس استقلال میکرد و تصمیم گرفت که این مسافرت رو این بار تنهایی خودش انجام بده. بنابراین اومد به خانواده‌اش گفت که امسال برخلاف سالهای گذشته من به تنهایی میخوام سفر بکنم. و هرچه پدر مادر اون بهش اصرار کردن که هنوز برای تو زوده و این سفر ممکنه برای تو مخاطره انگیز باشه، اون زیر بار نرفت و گفت که من حتما باید این سفر رو به تنهایی برم. من بزرگ شدم. و پدر اون شرطی پیش پای اون گذاشت و به اون گفت من اجازه میدم که تو به تنهایی مسافرت بکنی به این شرط که این پاکت نامه رو تو همراه خودت داشته باشی. پسر قبول کرد و با بیتوجهی پاکت نامه رو در ساک مسافرتی خودش گذاشت. وقتی که پا به قطار گذاشت همه چیز متفاوت بود. دیگه خبری از دویدن در طول قطار و بازی کردن و بازیگوشی نبود. کسی نبود که
ضمن گرسنگی برای اون نونی بپیچونه و بهش بده. نمیتونست با خیال راحت سرش رو روی شونه والدینش بذاره و بخوابه چون تنها بود و از این میترسید که مبادا خوابش ببره و ایستگاه قطار رو رد بکنه. مردم جور دیگه بهش نگاه میکردن، فشار بسیار زیاد بود بر اون، نمیتونست ساکش رو جایی بذاره، احساس ناامنی میکرد. و در اوج این اتفاقات به یاد آورد که پدرش بهش یه پاکت نامه داده بود. وقتی که از همه جا قطع امید کرده بود و فشار بر اون زیاد شده بود، ساکش رو باز میکنه، پاکت رو در میاره و شروع میکنه به خوندن نامه. و در اون نامه اینطور نوشته شده بود: فرزندم، هر وقت که ترسیدی به واگن بغلی نگاه کن، من در اونجا نشستم و دارم تو رو نگاه میکنم. اگر امروز احساس میکنی که تنهاییم در این فشارها، در بحرانهامون و کسی نیست که به ما کمک بکنه، به یاد داشته باشیم که پدر ما، پدر آسمانی ما به ما نگاه میکنه و منتظر ماست. همیشه مراقب ما بوده، مراقب ما هست و مراقب ما خواهد بود. فقط کافیه به سمت اون برگردیم و با اون صحبت بکنیم. امیدوارم که شما از این شهادت برکت لازم رو گرفته باشید. من هم مثل همه شما انتظار پایان این دوران رو میکشم و قطعاً بعد از دوران قرنطینه قدر زندگی، قدر سلامتی خودم، قدر چیزهایی که تا امروز داشتم رو بسیار بیشتر خواهم دانست و سعی میکنم تمام کارهایی که به نوعی به زندگی من ضرر رسوندن رو جبران بکنم. فیض و سلامتی خداوند با همه شما باشه. خدا نگهدارتون. مرسی سموئیل عزیز و مرسی از شما بیننده های عزیز که تا اینجا همراه ما بودین. حتما تا هفته های دیگه هم از طریق اینترنت، از طریق فضای مجازی همراه ما باشین. آدرس فضاهای مجازی ما این زیر نویس میشه. از این طریق ها ما رو دنبال کنین، برنامه همون رو دنبال بکنین، با ما همراه باشین. امیدوارم که سالم و سلامت بمونین در این دوران و خدا نگهدارتون.